این هفته پرش طول، فرود نرم، بزن قده بس با بازی های جی جی کن. هر سال این موقع در کلیک ما یک برنامه رو به فناوری‌های اختصاص میدیم که باعث بهبود زندگی معلولان میشن. اینجا نمایشگاه طرح‌های برگزیده سال بیزدیه در موزه طراحی لندن، پر از نمونه‌های طراحی برای همگانه. مثلا این مایسلیو چوب زیر بغل رو یه مقدار راحت‌تر می‌کنه. جنسش از سیلیکونه و خاصیت آهنربایی داره. در نتیجه خودشون به هم میچسبن و میشه با یک دست نگهشون داشت. دیس ایبلز هم یک محصول چاپ سه‌بعدیه که دکمه ها رو بزرگتر میکنه تا افراد با ناتوانی های مختلف هم بتونن ازشون استفاده کنن. و کنگرو هم طرح اولیه یک رباته که خریدها رو براتون حمل میکنه. در این گزارش می‌بینیم که پل کارتر رفته به ایسلند تا آخرین فناوری‌های مربوط به اندام‌های مصنوعی و تیغه‌های ویژه دومیدانی رو بررسی کنه. اینجا در ساختمان مرکزی شرکت پروستتیک ساز اوسور در ایسلند. گروهی از ورزشکارهای پارالمپیکی جمع شدن که محصولات رو دقیق آزمایش کنن. این ورزشکارها همه جور مدال و رکورد ملی و جهانی دارن. و همه از امیدهای پارالمپیک 2020 توکیو هستن. اومدن اینجا که به اوسور در مورد کارایی اندام مصنوعیشون اطلاعات و نظر بدن. هر دو طرف امیدوارن که این نظرها به بهبود کیفیت تیغه ها کمک کنه. اینجا کلی تحلیل بیومکانیکی میکنیم. دنبال شیوه های مختلف برای استفاده از فیبر کربن هستیم. و طبعا پیدا کردن این راه ها و کلن این فرآیند تولید همیشه با آزمون و خطا همراهه. این تیغه ها اولین بار سال 1976 افتاح شدن. از اواسط دهه 90 میلادی در رقابت های پارالمپیک استفاده می شدن و از اون موقع تا حالا خیلی پیشرفت کردن. چند نمونه از تیغه های مختلف مربوط به دورهای مختلف رو اینجا جمع کردم. و چیزی که با دیدن اینها به ذهن من میرسه اینه که بیشتر تغییر تدریجی بوده تا انقلاب. یعنی مثلا یکی از نمونه های اولیه بوده. فکر کنم مال 20-30 سال پیشه. یکم شبیه حرف سی لاتینه. و از روی همون میشه شناختش. این تیغه هایی که من خودم تو خونه داشتم. واقعیتش اینه که اونقدری که باید استفاده نمی کنم. مثلا این یکی فلکس فوت همون نمونه اولی است با کمی تغییرات. و بعد از اون رسیدیم به این که پشتش هم خمیده است برای اینکه وقتی رو به پایین فشار میارید بار رو پخش کنه. طبعا زور من نمیرسه با دست خمش کنم. ولی نیروی خیلی زیادی میشه بهش وارد کرد و این نیرو روی این سطح پشتی توزیع میشه. بعد میایم جلو تا میرسیم به نمونه های امروزی. مثل این چیتا پرو. حتی اینو هم نمیشه گفت از اساس با قبلی ها فرق داره. ولی خب چندین مدل پیشرفته تر. اما حالا که تا ایسلند اومدم حیف بود نرم ببینم تیغه ها رو چی جوری میسازن. و فرایند طراحی و تولید به مراتب از اونی که فکر میکردم جدی تره. راستش من به کارگاهی توی بیمارستان ها عادت دارم که معمولا یه نفره با یه آچار آلن. این خیلی خفنه. اینا ورقای فیبر کربنیه. این ماشین ورقا رو میبره. آدم باورش نمیشه این تیکه های فیبر کربنی آخرش میشه یه چیزی مثل این. نکته خیلی جالب اینه که کل فرایند رو میشه دید. میتونین دنبال کنین. از اینجا شروع میشه. یه تعداد قالب هم سمت چپ منه که اجازه نداریم نشونتون بدیم. این هم یه کوره بزرگه که بعد از اینکه ورقه ها رو فراوری کردن و با هم چسبوندن و رزین زدن میذارن توی این کوره که هم دماش بالاست هم فشارش.
به خاطر این دما و فشار بالاست که ورقه ها اینطور فشرده و محکم میشن. فکر کنم از توی کوره فیلم نگیریم عاقلانه تره. I wouldn't much fancy getting inside one of these things. Probably end up with a bend. I was fitted with a blade in 5 minutes. یادم در عرض 5 دقیقه یه تیغه برام آماده کردن. شروع کردم توی راهروی اسو دویدن. فکر کنم 12-13 سال بود ندویده بودم. هیچ وقت اون روزو فراموش نمی‌کنم. چه حسی داشت برای اولین بار میدویدی؟ دویدن بعد از قطع عضو مثل این بود که نسیم توی هوای داغ وزیده. اگه بخوام راستش رو بگم اشکم در اومد، گریه کردم. There were tears. هر تیغه رو مخصوص برای ورزشکار میسازن با توجه به ویژگی های جسمیش، سبک دویدنش و نیرویی که به تیغه وارد میکنن و البته بسته به اینکه تو چه رشته‌ای رقابت میکنن. از جهت بیومکانیکی ما با چند تا از پیشرفته ترین آزمایشگاه این حوزه همکاری میکنیم، مثلا برای سیستم های بایکام یا صفهای اندازه‌گیری فشار. این ابزار در حقیقت همون چیزی رو که ورزشکار حس میکنه و به ما میگه با عدد و رقم و دقیق میگن. مثلا نشون میدن پا چی کار داره میکنه یا نمیکنه. اینجوری میفهمیم که کجای کار رو باید تغییر بدیم یا اصلاح کنیم. فرآیند طراحی تیغه‌ها به ورزش‌های موتوری بی‌شباهت نیست. اینجا هم مثل اونجا مدام دنبال راهی هستن که رکورد رو چند دهم ثانیه کمتر کنن یا کارایی رو یکم بهتر کنن. میشه از اون دوره گذار از پروتز معمولی به تیغه‌ای که مشخصا برای تو درست شده بگی؟ چه حسی داشت؟ خیلی حس خوبی بود، برای اینکه میتونستم بهشون بازخورد یا فیدبک بدم که حسم چی و ترجیح میدم چه جوری باشه. خیلی خوب بود. در واقع این امکان رو بهت میدن که بگردی چیزی پیدا بکنی که به سبک دویدنت بخوره و هر کس سبک دویدن خودش رو داره. یعنی در مورد تیغه ها یک قانون طلایی نداریم و فهمیدن این نکته خودش حس خیلی جالبیه. اینکه لازم نیست از قهرمان پارالمپیک تقلید کنی، برای اینکه سبک اون ممکنه به درد من نوعی نخوره. در نتیجه اینکه این امکان رو داشته باشی که با یه تیم متخصص بگردی و تیغه مناسب خودت رو پیدا کنی خیلی خوبه. من 2 ماه پیش تیغه هام رو عوض کردم، اصلا رفتم سراغ یه دسته دیگه. به همین خاطر هنوز مطمئن نیستم که این تیغه ها برام خوبه یا نه. تازه 2 ماه عوض کردم. طی این 4 سالی که این کارو می‌کردیم مدام تیغه ها رو تغییر دادیم و اصلاح کردیم و تنظیماتش رو عوض کردیم. مثلا تیغه تمرین زمستونی با تیغه مسابقه فرق داره. خلاصه فرایند اصلاح مداومه، هیچ وقت تموم نمیشه. تیغه های جدید خیلی به ورزشکارا کمک کرده. رکورد ها داره بهتر میشه. سرعت ها زیاد شده. هم به خاطر طراحی پروتز هاست و هم به این خاطر که ورزشکار های پارا المپیکی هم دارن حرفه ای تر میشن. People are getting more professional in the Paralympian world. این تیغه ها عملا کار فنر رو میکنن. حتی اکثر همونقدر که بهشون انرژی بدی پس میدن. ولی پرسش های هم مطرحه که تا کجا میشه در این عرصه پیش رفت؟ آیا ممکنه اونقدر پیش بریم که از توان فیزیکی ورزشکارها عبور کنیم؟ تیغه فیبر کربنی نمیتونه انرژی اضافه به ورزشکار بده و کار رو پای ورزشکار انجام میده. در نتیجه اگه بخوایم به زبون ساده بگیم، با تیغه شما همیشه کمی کمتر از توان خودتون میدوید. برای اینکه تیغه هم مثل عضله نمیتونه 2 برابر یا 3 برابر توانی که شما بهش منتقل میکنی پس بده. آیا ما میتونیم ساختارهایی درون تیغه به کار ببریم که نیروی پیشران رو بیشتر کنه؟ ممکنه بشه، ولی فعلا چنین چیزی در دستور کار نیست. دنبالش نیستیم. چیزی که دنبالشیم اینه که افراد بتونن از حد اکثر توانشون استفاده کنن. با وسیله ای که تا جایی که میشه کمکشون میکنه. و تردیدی نیست که این تیغه ها داره به این افراد امکان رقابت میده. خبرهای این هفته همه درباره نمایشگاه CES که هر سال در لاس وگاس برگزار میشه. امسال سونی که بیشتر برای ساخت کنسول شناخته شده به طور غیر منتظره از یک خودرو برقی رونمایی کرد. ویژن اس دارای 33 حسگر پیشرفته مختلف، تعداد زیادی نمایشگر پهن و صدای 360 درجه است. ولی انتظار نداشته باشین که این اتومبیل به زودی در جاده ها ویراج بده، چون سونی هنوز برنامه‌ای برای فروش این اتومبیل به عموم نداره. سامسونگ دستیار جدید رباتش رو رونمایی کرد که نامش بالیه. این ربات کوچیک همه جا دنبال شما میاد. میتونه مربی ورزشی شخصی شما باشه و با دوربین خودش لحظات خاص زندگی شما رو ثبت کنه. همینطور با کنترل وسایل هوشمند میتونه بار کارهای خونه رو از روی دوش شما برداره. ولی بعیده که بتونه دنبال شما از پله‌ها بالا بره.
امسال در CES رقابتی وجود داره تا ببینیم چه کسی میتونه از عجیبترین و باحالترین ربات پرده برداری کنه. شرکت چینی پودوتک یک پیشخدمت گربه نما رو آورده که برای حمل سفارش های غذا در رستوران های شلوغ به کار میره. بلابات وقتی به مشتریای گرسنه خودش میرسه نیوی ملایمی میکنه و حتی در برابر نوازش واکنش نشون میده. ولی اگه به مدت طولانی نوازشش کنین از دستتون ناراحت میشه چون حواسش رو از کارش پرت کردین. از پیشخدمت گربه نما گرفته تا بچه گربه بدون سر، شرکتی که در سال 2017 بالش گربه‌ای رباتیک بدون سر رو برامون برمغان آورد با نسخه کوچیک‌تر و پرتحرک‌تر بازگشته. پتیکوبو با لرزش خورخور گربه رو تقلید می‌کنه و اگه بهش دست بزنین دومش رو تکون میده. برای اونایی که عاشق گربن اما نمیتونن تو خونشون گربه داشته باشن. و در آخر ایمپاسیبل فودز، شرکتی که برگر گیاهی پرخون رو تولید کرده بود، جایگزینی برای گوشت خوک تولید کرده که از هم ساخته شده، مولکولی که هم در گوشت و هم در گیاهان یافت میشه. این ماده در آزمایشگاه طوری ساخته شده که بافتی شبیه گوشت واقعی داشته باشه و شرکت تولید کننده امیدواره که این محصول در چین که گوشت خوک در اونجا خیلی محبوبه بتونه محبوبیت پیدا کنه. اولین محصول این شرکت یعنی سوسیس غیر ممکن همین هفته در ایالات متحده آمریکا عرضه خواهد شد. برنامه هفته بعد کلیک کاملا درباره نمایشگاه CES خواهد بود. آخرین بار که بچه‌های کلیک به جشنواره هی رفتند، بخش مربوط به میزی یکی از به یاد موندنی ترین لحظات بود. آره، هم میکروفونتو میبینم، هم میبینم داری لبخند میزنی، حتی دکمه پیرهنت رو هم میبینم. دست تکون میدن. یه خانمی ردیف جلو وایساده، کت قرمز داره، کنارش هم یه آقایی با لباس راه راه. واقعا محشره. فکر کنم هیجان انگیز ترین کاری که کردم این بود که رفتم کنسرت پینک خواننده محبوبم. شب بی نظیری بود. نمیدونی چقدر رقصیدم و گریه کردم. خیلی خوش گذشت. ما میخواستیم که میزی دوباره به برنامه کلیک بیاد. برای همین ازش خواستیم که همراه با لوسی ادوارس که خبرنگاره و نابینا هم هست یک گروه بشن و از آخرین نوآوری های مربوط به نابینایان گزارش تهیه کنند. من 7 سال پیش بیناییم رو از دست دادم. زندگی بدون بینایی گاهی خیلی سخته. حتی با وجود اولگا، سگ راهنمای عزیزم. من معمولا با ویلو سگم میرم این ور اون ور. ولی امروز قراره یه ابزار جدید امتحان کنیم. یه عصای هوشمند به اسم ویواگ یا ما راه میریم. فکر کنم عصای یکم اولگا رو گیج کرده. ویواگ یه حسگر گرد داره که موانع رو حس میکنه. وصلش کردم به موبایلم و از توی ایرپاد به هم میگه کجا برم. در واقع ایرپاد اطلاعات رو از گوشی میگیره و سیستم راهیابی اون اطلاعات رو برام میخونه. وقتی رسیدیم اونجا گفت دست راست دیگه استارباکسه، ولی تا بیاد بگه خودمون از بوی قهوه فهمیده بودیم. راه که میرفتیم عصا توی دستم میلرزید. زیادی میلرزه. آره، لرزشش خیلی زیاد شد. فهمیدم جلوم یه مانع بزرگ هست. احتمالاً برای بعضی نابیناها خیلی خوبه، ولی لرزشش برای من یه کمی زیادی بود. به نظرم سخت میشد فهمید که چی مهمه و چی خیلی مهم نیست. میخواستم به میزی اپلیکیشن جدید به اسم مایکروسافت ساوندسکیپس نشون بدم. این با صدای سه‌بعدی مسیر درست رو نشون میده. صدایی که میشنوی جوریه که انگار واقعا اطرافته، انگار توی نرم افزاری. تا وقتی اپلیکیشن باز باشه همینجور که راه میری اسم مغازه ها و رستوران های نزدیکت رو میگه. حتی اگه تو پیاده رو چیزی باشه بهت میگه. دوچرخه جلومون پارکه؟ یکی از قابلیت های مفیدش اینه که با شدت و ضعف صدا راهنمایی میکنه. مثلا فرض کن میخوای بری سوپرمارکت، میگه 65 متر سمت غرب. دوباره صدای تیک تاکش در اومد.
صدای تق تق کمک میکرد در جهت درست حرکت کنیم. البته ما موفق شدیم از جلوی در مغازه رد شیم. فکر کنم باورت نمیشد دقیقاً دست راستت باشه. خوبش این بود که سگ راهنما داشتیم که در ورودی رو بهمون نشون بده. توی خونه هم بعضی فناوری‌های خیلی ساده خیلی به کار میاد. شرکت‌های بزرگ فناوری مثل اپل و گوگل و آمازون هم دارن سعی می‌کنن محصولاتشون رو برای امثال من هم قابل استفاده کنن. من بیشتر وقت‌ها از موبایل و اپل واچ استفاده می‌کنم. حسنش اینه که به اپل تیوی هم وصل میشه و میتونی بهش بگی تکه‌هایی رو که دوست داشتی دوباره پخش کنه. الان خیلی از بلندگوهای هوشمند خودشون سرویس کتاب صوتی دارن. جدیداً یک کتاب صوتی عجیب در اومده به اسم نادیده. اولین کتاب صوتی مصوره. Sound, خیلی باحاله. Cover. The word unseen in bold letters. خیلی خوبه. هیچ کس این کارو نمی‌کنه. تصویرها و عکس‌ها رو قشنگ توضیح میده. اصل کتاب مصور همین عکس‌هاست. بی‌صبرانه منتظرم که چارلز آلن خالق نادیده قسمت بعدی رو منتشر کنه. یه وسیله جدید دیگه هم امتحان کردیم. از محصولات شرکت فناوری بریستول بریل. اسم این وسیله که جلوی منه کانوته. این اولین نمایشگر چند خطی بریل. صدای ماشین تایپ میده. با دگمه هایی که پایینش داره میتونین کتاب و پی دی اف و متنهای دیگه آپلود کنین. چند خطی بودنش برای درک کردن نمودار خیلی خوبه. کلن خوندن رو راحت‌تر و سریع‌تر میکنه. همین که میتونی از همچین چیزی استفاده کنی و مدام صدا رو بازنظاری خوبه. خط بریل میخونیم؟ بله میخونیم. اما وسیله بعدی به نظرم حتی از اون هم جالب تر بود. عینک هوشمند اورکم. این عینک هم دوربین داره هم هوش مصنوعی. کارش اینه که متنای اطراف آدم رو بخونه. تنظیماتش رو هم میتونی با لمس یا صدا یا حرکت دست عوض کنی. چه کار داری میکنی میزی؟ یه مجله گرفتم به هر خطی که اشاره کنی. میخونی. میزی رو با کتاب یکی از نویسنده‌های محبوبش سورپریز کردیم. اگه موچت رو نگاه کنی ساعت رو بهت میگه. و بهت میگه کی جلوت وایستاده. طبعا اول از همه میخواستم ببینم میزی رو میشناسه یا نه. برای اینکه افراد رو تشخیص بده نقاط منحصر به فرد چهرهشون رو حفظ میکنه. یکم شبیه نقشه. بذار سرم رو بچرخونم. بزن قدش. تیم دخترای نابینا. یه قابلیت دیگرش رو هم امتحان کردیم. میتونه بارکود خوراکی ها رو بخونه. خیلی عالیه. سوپ گوجه. خب بگو این که دستمه چیه؟ خیلی دلم میخواست قابلیت‌های جدید آمازون اکوشو رو هم امتحان کنم. کارش اینجوریه که خوراکی رو میگیری جلوی دوربینش و این برانور میکنی تا بالاخره تشخیص بده چیه. یه مشکلش اینه که نمیدونی اون خوراکی رو دقیقاً وسط صفحه گرفتی یا نه و به همین خاطر بعضی وقتا جوابهای نادقیق میده. خیلی باحاله. یا خدا. خدا میدونه من تا حالا چند بار اشتباهی دایت کوک با طعم گیلاس برداشتم. ولی این به همون گفت که کوکاکولای وانیلیه و کوکای معمولی نیست. فقط باید تصویر دقیق باشه که بتونه تشخیص بده و به دردت بخوره. خیلی خوش گذشت این همه فناوری رو امتحان کردیم. هرچی گزینه ها بیشتر باشه به نفع هم است. البته اینجوری نبود که هرچی امتحان کردیم عالی باشه. ولی همچنان تأثیری که فناوری مخصوص نابینایان میتونه روی زندگی آدم داشته باشه برام حیرت انگیزه. با آینده فناوری که فکر میکنم به هیجان میام. چه اختراعی فوق‌العاده‌ای. چیزایی که تا اینجای برنامه دیدیم نشون میدن که محصولاتی تولید شدن یا در حال تولیدند که به کسانی که از لحاظ جسمی کمتوان یا ناتوان هستند کمک میکنند که زندگی مستقل تری داشته باشند. بریم سراغ پل کارتر. اون کسی رو پیدا کرده که اینترنت چیزها کمکش میکنه کمی راحت تر زندگی کنه. این آدمه.
آدم سندروم دان داره و توی خونه خودش زندگی میکنه، اما توی خونهش فناوری های مخصوصی تعبیه شده که کمک میکنه مستقل تر باشه. روی تبلتش که دستش انواع و اقسام اپلیکیشن های مخصوص رو داره که توی کارهای روزمره زندگی بهش کمک میکنن. مثلا در این مورد آشپزی. چی داری درست میکنی؟ مافین بلوبری درست میکنم. مافین؟ نه. به به. این مواد اولیه شه. اینجا قدم به قدم رو با تصویر نشون میده. ولی این فناوری به مراتب فراتر از دستور غذاست. در واقع بخش کوچیکی از یک پروژه به اسم زندگی متصل، کار مشترک خیریه منکپ که مخصوص افراد با مشکل یادگیریه و شرکت مخابرات ودافون. این پلتفرم در حقیقت ترکیب فناوری‌های مختلفه که همه زیر یک سقف جمع شدن. واقعاً زیر یک سقف. از ابزار خونه هوشمند و حسگرهای اینترنت اشیا گرفته تا یادآوری و دستورالعمل و لیست کارهایی که باید انجام بشه. خیلی از عناصر موجود در خونه آدم با اینترنت اشیا کار میکنن. همه وصلن، یعنی ماشین هایی هستن که به هم وصلن و اتصال بلند مدت برقرار میکنن. خیلیش فناوری مرسومه. مثلا چراغ هوشمند چیز جدیدی نیست یا قفل هوشمند چیز تازه‌ای نیست، اما کاری که ما کردیم اینه که همه اینها رو کنار هم قرار دادیم و به ترتیبی به کاربر ارائه دادیم که منطبق بر نیازهای خاص همون کاربر باشه، یعنی استفاده ازش آسون و بدیهیه. اولش با یه فهرست خیلی خیلی بلند شروع کردیم. از چیزای خیلی کوچک شروع کردیم، چیزایی که مردم ممکنه دنبال انجامش باشن. بعد این فهرست رو دادیم به ودافون و گفتیم اینها راه حل فناوری داره یا نه، و بعد اون فهرست رو کوتاه کردیم و فقط چیزایی رو نگه داشتیم که فکر می‌کردیم یا شنیده بودیم برای بیشتر آدم‌ها مهمه. فناوری بخشی از زندگی ماست و در آینده هم خواهد بود. بنابراین می‌خواستیم کاری کنیم که افراد دارای معلولیت به خاطر دسترسی نداشتن به این فناوری از بقیه عقب نمونن. این سیستم طوری طراحی شده که بشه متناسب با نیاز کاربر تنظیمش کرد. یعنی هم سخت افزار و هم نرم افزار با توجه به توانایی‌های شخص قابل تنظیمه. این پلتفرم فناوری‌های خونه هوشمند رو با چیزهایی که بیرون خونه هم به کار آدم میاد ترکیب می‌کنه. مثلا تماس تصویری با مددکار در صورتی که کمک بخواد، یا به عنوان ابزار کمکی برای ارتباط. این گزینه‌های روی نمایشگر مال چیه؟ اینا کارهایی که میتونی با مددکارهایی که وقت داشته باشن انجام بدی. اسمش تک به تکه. یعنی میتونی بهشون بگی کجا دوست داری بری؟ بله. حالا فعالیت مورد علاقت کدومه؟ کدومشو بیشتر دوست داری؟ بیلیارد دوست دارم. چه خوب، میز بیلیارد تو پابه. پیشنهاد خوبیه. الان همه چی خیلی پیشرفته شده. خوبه؟ فناوری دوست داری؟ بله، فناوری دوست دارم. چه خوب، منم دوست دارم. حدود 1.4 میلیون نفر در بریتانیا مشکل یادگیری دارند که میتونن از این وسیله استفاده کنن، اما کاربردهای گسترده‌تری هم داره. مثلا افراد مسن که میرن خانه سالمندان ولی همچنان دوست دارن مستقل باشن و دلشون میخواد برنامه‌شون دست خودشون باشه و این میتونه کمکشون کنه. همه آدم‌ها دوست دارن مستقل باشن و کاری رو که میخوان بکنن، و اگر فناوری بتونه در این راه کمک کنه، یعنی اختیار بیشتری روی زندگیت پیدا کنی، احساس استقلال بیشتری بکنی و اعتماد به نفست بالا بره، خیلی عالیه. اما از همه مهمتر اینه که ببینیم حس خود آدم به این خونه هوشمند و پیشرفتش چیه. احساس میکنم یه آدم دیگه پیشمه. یه همچین حسی داره. پشتت گرمه. آره، پشت گرمیه. آره. خب به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد از لاس وگاس و نمایشگاه CES، بدرود و خدا نگهدار.